سلام سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و درهای خانه خود را به روی تفسیر خبر گشودید و مطمئن هستم منتظر شنیدن و دیدن گزارش‌های ویژه هستید از جمهوری فقیه که باز هم تأکید کنم کم نداریم، گزارش‌های ویژه بسیار داریم با شما در میون خواهیم گذاشت، گزارش‌های تصویری و صوتی و نوشته. و اما چرا باید قدر روحانیت خود رو بدونیم؟ روحانیتی که با انقلاب اسلامی آمد و بر تخت قدرت نشست. نقش انبرنسا یا انبرنسارا هر دو در طب اختراعی اولاد کوروش و داریوش علامه مجلسی و ارتباط روحانیت با آن و اینکه چگونه فرزندان خود رو به خارج بفرستیم از کودکی و پول اون رو با شمارش گلوله هایی که به شقیقه جوانان مردم شلیک می کنیم کسب کنیم و خبرهای ویژه دیگر که کم نیست. اما پیش از هر چیز نظریه پرداز این مجموعه که نظام جمهوری اسلامی و نخستین حکومت الله بر زمین خونده میشه آیت الله منتظری شناخته شده است، کسی که در بازی شطرنج، بازی قدرت در جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب کنار گذاشته شد. واضح نظریه ولایت فقیه چه در ذهن و سر داشت نمیدانیم دقیقا، اما آنچه که گفت و نوشت و به عمل آورد و اجرا کرد نتیجه و نتایجش کاملا آشکاره، هرچند سرآخر خود به مخالفت با قدرت غیرقابل مهار فقیه برخاست. گوشه از اون چه که آیت الله منتظری گفت این هم سهم ماست. هر کشوری هر ملتی نظریه پردازانی داره از راست تا چپ و ما هم نظریه پردازمون آقای منتظری، همونطور که جنرال جیاب و بقیه انقلابیون صفتی که به خلخالی دادن یا جنرال های دیگر، جنرال دوگل فرانسوی ها ما نیز سرداران من در آوردیم، بیلدیک بیل سرداران. و اما آنچه که منتظری گفت با هم میبینیم. مقام رهبری هم بایستی که همون رهبریشو میکن، معنی رهبری این است که نظارت کنه که در کشور کارهای خلاف شهر انجام نشه. اگر یک رئیس جمهوری وزیری میخواست کار خلاف شهر بکنه او جلوشو بگیره، نه اینکه یک تشکیلات و یک گارد سلطنتی از پادشاهان دنیا یادتر کسی هم دسترسی نداشته باشه تو وزارت خونه دخالت کنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه جا دخالت کنن. کیا؟ اینا که دورشن غلطه. اینجور کشور توش نیم قبلی رو درواسی. من در همین آغاز بگم طرف آقای منتظری نظر ایشون حرف ایشون میگم که خیر اینطور نیست که این کشور بیرو در واسه پیش نمیره، این کشور بسیار هم پیش رفته. ما چیزایی رو قبل از انقلاب داشتیم که نباید میداشتیم، چیزایی رو هم نداشتیم که حالا داریم و میبایست داشته باشیم. نیایید هی دموکراسی و این صحبت ها رو به رخ من و امثال من بکشید. خیر، ما به دنبال هدف های و شعار میدادیم، استقلال، مستقل شدیم مثل کشورهای آفریقایی تحت استعمار فرانسه و انگلیس. حالا ما مستعمره کجا بودیم به خودمونم مربوط نیست، ولی شعارش رو میدادیم. آزادی که خوشبختانه با برادران اخوان المسلمین و شریک فدایی و مجاهد و جبهه ملی و حزب توده همه رسیدیم به آزادی و یک مجسمه آزادی هم میخواستیم درست کنیم که از مجسمه آزادی نیویورک هم بالاتر. هنوزم دیر نشده میتونیم یه همچین مجسمه در بیاریم. قطعا یک مجسمه کوبیست خواهد بود، چون اون چیزی که اخوان به اصطلاح فدایان اسلام میگفتن
که نسخه ایرانی اخوان المسلمینه و شریک فدایی و جبهه ملی و شاعر و ترانه سرا یا بقیه بوی گل سوسن و یاسمن آیت میگم چه مجسمه چه خواهد شد خود شما میدونید. به هر حال برگردیم به حرف آیت الله منتظری، من خلاف اون رو نظر دارم، این که ما به پیشرفت هایی رسیدیم. اولا این که به روغن نباتی رو اون جوکا و متلک ها رو دیگه گذاشتیم کنار، قدر روغن نباتی رو چنان دونستیم که میبینیم گوشه ای از صفحه روغن نباتی که اهمیت اینه، این از ما پنهان نگه داشته میشد. آمریکا، آمریکا، اسرائیل، حکومت وقت، همه اینها اهمیت روغن نباتی، هر کاری هم که میکردن این روغن نباتی رو به خورد من و شما بدن، با رقص و آواز و کارهای دیگه، مسلم فریب دیگه، ما قبول نمی کردیم. به هر حال این شد که الان قدر برخلاف آقای منتظری قدر میدونیم، قدر شناس هستیم بدون تردید، با هم میبینیم گوشه از صفحه روغن نباتی. خب دیگه کرونا رو هم ما خودمون مهار میکنیم، این که فاصله ها رعایت کنیم اینا، این فاصله برای کفار و بقیه است. ما برادروار و خواهروار و انقلابیوار در کنار هم پیش به سوی روغن نباتی و کالاهای دیگه. ما ورزش های هر ملتی یه نوع ورزش برای خودش اختراع میکنه، روحانیت هم برای ما زمین های ورزش های نوینی رو به وجود آورد. گوشه از این ورزش های نوین رو در یکی از فروشگاه های ایران با هم میبینیم. خوبه، البته این که چرا این همه گرونی هست و چرا کالا به قیمت مناسب وجود نداره که برای یه همچین حراجی چنین ما به ورزش بپردازیم در ایام کرونا، اینا موضوعاتی نیست که ما باید بهش فکر کنیم. ما باید کار خودمون رو بکنیم، هر چقدر گرونتر فشرده تر صف بیشتر و بیشتر. و بعدم منتظر میمونیم بالاخره یه جای انتخاباتی میشه، یه کسی رئیس جمهور میشه، یه کاری برای ما خواهد کرد، ما فعلا باید به صفمون برسیم. اینا هست، برحال اینا همه قدردانی از انقلابه، از کسانی که با انقلاب اومدن برخلاف اون چیزی که آقای منتظری گفت از همون روز نخست. حتی خود آقای منتظری در اون زمان هم بر سر قدرت بود. ما قدر روحانیت رو میدونیم، با این حرفا کنار نخواهیم رفت، همچنان روحانیت و حلوا حلوا خواهیم کرد، بر سرمون خواهیم گذاشت و گوشه از این قدردانی رو در همون روزهای نخست که حضرات شاد و شنگول، رفسنجانی مغروق بعدی عالم اسلام و بقیه مخلفات اونها، مکلاهای اونها که امامه رو فقط بر سر نداشتن، با هم میبینیم چقدر شیرین و دلنشین ملت را باز میکنه، استقبال میکنیم. برای اینکه بدونید که روحانیت بر سر ماست، بله کاملا چنین با هم میبینیم. بله اون آقای خلخالی بود، این آقای چمران هست که بگیدیم حسن الله ایام سلامت بیاد دیدم بکنیم که از رایان هست بعد سرمون گذاشتیم از همون روزای اول و بقیه که میان و این هم رفسنجانی هست در همون روزهای نخست را باز میکنن، دست به سینه میستن، و این هم ماشین های دیگه ای هستش که بنی صدر رو بقیه هستن. حالا اون بعدن با هم دیگه مشکلات پیش اومد، برخی حذف شدن، برخی سر از جاهای دیگه در آوردن، اینا بحثای دیگه هست، ولی خواستیم بگیم که ما از همون روز نخست قدردان روحانیت
بودیم و هستیم، نه تنها این روحانیت بلکه کشفیات دیگه ای داشتیم که قدردان کشفیاتی کردیم ما نمیدونستیم. نه تنها قدر این روحانیت انقلابی رو نمیدونستیم و نمیگذاشتن که بدونیم، بلکه قدر بسیار چیز از جمله انبرنسا یا انبرنسارا رو نمیدونستیم. فکر میکنیم انبر یک چیز خوشبویی است، مثلا از شکم ماهی به نام انبر ماهی در میاره، از این حرفایی که فرانسوی ها و بقیه در مغز ما کرده بودن. همونطور که فکر میکنیم روحانیت مثلا خاصیت های دیگه داره، خاصیت انقلابی نداره، خاصیت فداکاری نداره برای مردم ایران، نبوغ نداره، از این حرفایی که به خورد ما داده بودن. بنابراین قدر خیلی چیزها رو دونستیم، از جمله انبرنسا را رو گردو رو گفتم تلفظ میکنن و میگن، برای اینکه اسامی مختلفی داره. گفتم این حرف رو شکسپیر گفته که گل روز رو اسمش رو برداری در اسم دیگه ای بذارید بوی خوب خودشو داره، به اسم ربطی نداره. انبرنسا یا انبرنسارا صد تا اسم دیگه بذارید، این بوی دلنشینی رو که برای روحانیت ما داره و اینها همون بوی خودش رو داره. انبرنسا، انبرنسارا یا هر چی که هست. بنابراین گوشه ای از این رو میبینیم چقدر سوددهی داره، چقدر خریدار داره. و دیدین قبلش که به هر حال ادرار شطور رو ما میفروشیم، گفتن لیتری به این ور اونور میفروشن 50 دلار یا گالونی یا همچین چیزی، به خصوص به زائرانی که برای وحدت اسلامی مهمان آقای علم الهدا هستن در اتاق خوابهای وحدت در مشهد میخرن، و همینطور شیر الاغ رو. کارآفرینی خریداران بسیار هم داره این داستان. میبینیم گوشه ای از این ارزش هایی که پنهان بود با ما، همونطور که ارزش روحانیت پنهان بود، روحانیت انقلابی. خسته نباشی آقای مرادی. سلامت باشی. میشه خودتون رو معرفی کنی؟ یه توضیح کوچیکی هم درباره الاغایی که دارین اینجا پرورش میدیم برای ما و بچه های گروهمون، الال خصوص بچه های قاضیون که بودنن این خر چقدر درآمد داره. بسم الله الرحمن الرحیم. من علی مرد مرادی هستم، عبدالیوسفی. این خرام چیراش چیرش لیتری 60 تومنه. الان چند ساله این خر رو نگهداری میکنی؟ 3 ساله. بعد درآمد چند تا خره؟ این 90 دونه خر. بعد روزی چقدر از این درآمد برداشت میکنین؟ روزی 1 میلیون خوری هست از شیرش فقط. از شیرش و انبرنساش. بعد انبرنساش هم خریداری میکنن، خودشون میان اینجا میخرن نه میبرن. نه مشتری زنگ میزنه میده میره تهران. بعد انبرنساش تونی چند میخرن؟ تونی 7 میلیون. چه درآمدی از این بهتر؟ نه یعنی میشه مثلا ببین درآمده، منبع درآمدی است. یعنی ما الان میتونیم به خودکفایی برسیم، انبرنسا رو صادر کنیم به این ور اون ور. روحانیت ما در کنار کارهایی که میکنه پرورش انبرنسا یا تولید انبرنسا میتونه بکنه. انبرنسایی هم که روحانیت تولید میکنه خب فرق میکنه. ما میتونیم الاغهای نازنینی رو بیاریم در کنار حوزه ها در جاهای مختلف، اونجا ساعت بیکاری رو محزن لله. روحانیت ما که چشم طمع به هیچ چیز نداره، یعنی همچین منبع درآمدی رو چرا ما نباید داشته باشیم؟ در سطح ملی میتونیم همچین درآمدی تولید کنیم. نفت رو کم کم بذاریم کنار، کم اینکه الان عملا کنار گذاشته شده. تولید انبرنسا در تمام سطوح مختلف، چه در حوزه ها چه در جاهای دیگه. امت همیشه در صحنه، یعنی اون بخش همیشه در صحنه رو که هستن و مرتب آماده دادن شعار هستن، خب چیز کنیم، تشویق کنیم به تولید مثل ایشون. دیدید دیگه اینا. باز من باید پیشنهاد بدم این وزرای مختلفه که هست، از جمله اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و رئیس اون یکی بانک و ملی و بقیه و اینا، خب وظیفه ملی میهنی به اصطلاح ملی مذهبیشون انتقال پول هست به این ور اون ور کانادا و جاهای دیگه. اینا در کنار اون
خب مشغول هستن. اگر بتونن این پیشنهاد رو مورد توجه قرار بدن و به اجرا در بیارن، بسیار ما پیشرفت خواهیم کرد. در صحبت انبرنسا بود، برگردیم باز به اصل مطلب. در گشت و گذارهای اینترنتی من بانویی رو دیدم که یک بار استفاده کرده بود، پشیمون شده بود، بار دوم آمده بود و در مزایای به اصطلاح انبرنسا گفته بود و گفته بود نوع بهترش از این نوع رو استفاده کنیم و بقیه این موضوعات. حیفم اومد نبینیم نتیجه توصیه های ایشون رو هم که همسو هست با حرفای من و توصیه های من، و هم میبینیم این بانوی ارجمند رو هر کجا که هستن. اگر شما واقعا که دفعه دلتون میخواد که انبرنسا رو امتحان کنید برای هر چیزی، به هر حال سعی کنید که از فصل بهار استفاده توی فصل بهار مطمئن باشید که از الاغ ماده که تازه زایمان کرده یا الاغ ماده جوانی هست و مربوط به فصل بهار باشه و نه اینکه توی طبیله فقط باشه، الاغی باشه که در چراگاه های طبیعی چرخیده باشه. اینو خواستم بهتون بگم که اگر 40 روز ادامه دادم اینطوری نبوده که هیچ تأثیری توش هیچ تغییری ندیده باشم و این کار رو کرده باشم، ولی به هر حال دلم خواست به شما بگم. بله خب، اما ببین خیلی مقررات داره و آدابی داره. دیدم یکی از این روحانیت گفته که آداب داره مصرف انبرنسا و بقیه موضوع. به هر حال یا هر چی که هست، 40 روز چله قبلا می‌نشستن. این عرفای ما بوسعید و بقیه و اینها چله نشینی رو باب کرده بودن و اینها چله می‌نشستن و بعد وارد یک مراحل دیگه می‌شدن. اینا مال عرفا و این صحبت ها بود دیگه، به ما مربوط نیست. ما الان وظیفه‌ای که در برابر درویش ها یا حتی عارفان داریم اینه که بگیریم زندان کنیم، برای اینکه شلوغ پلوغ نکنن دیگه، بزنیم به کارمون برسیم. همینا حسن مانع میشن که روحانیت ما نتونه به اندازه کافی انبرنسا تولید کنه. گفته باشم این درویش گنابادی و بقیه و مولوی خونها و حافظ خونها و اینا هستن. فرهنگ ایرانی این صحبت ها رو مطرح کردن و فردوسی اینا رو به رخ ما کشیدن، به رخ ما و روحانیت. البته به هر حال این چله نشینی و اینا باب کردن، خیر، الان ما میتونیم 40 روز انبرنسا مصرف کنیم برای هر کاری، هر نوع بیماری که داریم و همه اینها انبرنسا استفاده کنیم و مواظب باشیم که نوع انبرنسایی رو که اختراع جبهه استفاده میکنیم باید بدونیم مال چه الاغیه. سراغ الاغ که میریم باید بدونیم الاغ نازنین. از تجربیات برژیت باردو هم میتونیم استفاده کنیم، هست، در این مورد بسیار صحبت کرده، چون مدتی طولانی هنوز هم حامی الاغ ها بود در سراسر جهان. به هر حال انجمنی داشت، هنرپیشه معروف فرانسوی در دهه‌های 60-70. فصل بهار باشه، جوان باشه، در طویله نباشه و همه این ها. میتونید احتمالاً برای اینکه انبرنسای بسیار بهتری تولید بشه یکی از روحانیون رو بیاریم سخنرانی بکنه، سخنرانی های دلنشین فرهنگی شتاب حال دیدیم 40 ساله، همراه موزیک مد هم میتونیم 4 فصل ویوالدی کسی رو بزنیم که الاغ نازکنان وارد بشه و برای ما تولید انبرنسا بکنه و مشکلات ما رو حل بکنیم. هر بیماری، هر مشکلی که داریم 40 روز استفاده میکنیم و بقیه غذای اینا همه رو ما رو محروم کرده بودن. و حتی شاعران اون زمان مثل سهراب سپهری میگفتش که پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودن. حالا ببینیم کسانی که پدرشون این روزها ما رو ترک کردن این جهان رو چه خواهند گفت؟ یا سهراب سپهری عزیز زنده می بود امروز چه می گفت؟ می گفت پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودن، یا با هم می بینیم. دستمال بخرید پیش من، هر کی بخره می تونه این خستگی های منو از تو تنم بیرون کنه. دستمال I'm gonna make it.
شاید شاید سهراب سپهری گرامی زنده می بود و پدرم وقتی مرد دستمال فروشان همه شاعر و شاید می دید که دستمال به دستان در مقام و جایگاه شاعری در شبهای شعر ولی فقیه نشستند و جوان ایرانی برای فروش دستمال چه می کنند. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب قبل از اینکه پی بگیریم برسیم به شیوه های عبادتی که ما تولید کردیم، باز هم در خلاف نظر آیت الله منتظری من دارم صحبت میکنم، یادمون نریم. ما شیوه های عبادت، نزدیک شدن به خداوند اختراع کردیم که قبلا محروم بودیم، اجازه نمیدادن نبوغ روحانیت ما و پیروان تازه اونها بروز کنه در همه زمین ها. اینه که قمه‌زنی که منسوخ شده بود مدت‌ها دوباره احیا کردیم و بقیه موضوعات رو، خزندگان رو که دیدیم و شیوه‌های دیگری. شیوه‌های دیگه‌ای هم هست جدیدن، من با شما در میون خواهم گذاشت و ببینید کجا رسیدیم از بابت معنویات. اینی که آیت الله خمینی میگفت ما مادیات شما رو بالا میبریم، که اون که بحثی نیست، همه شاهد هستیم و میدونیم گفتن نداره. معنویات هست که نمیشه رو به راحتی مقیاس کرد، بلکه کسانی مثل ما کاری نداشته باشن بیان معنویات رو قیاس کنن، معنویات امت رو و قیاس کردن. نتیجه این قیاس رو خدمتتون عرض خواهیم کرد، ولی قبل از اون میخواستیم چند خبر برای شما در میون با شما در میون بگذاریم. در شهر عزیز راهمرمز یک دختر 15 ساله در راهمرمز خودکشی کرد. اولین بار نیست در راهمرمز، اولین بار نیست در ایران بعد از انقلاب. دختر ایلامی که دیدیم رخت نو نداشت و از حسرت رخت نو خودش رو کش. 5 مورد داشتیم طی 2 ماه اخیر در شهر راهمرمز. راهمرمز منطقه کشاورزی است. بهترین پیاز رو در ایران تولید میکنه یا زمانی تولید میکنه در راهمرمز یا رومز اونطور که ما میگیم. راهمرمز چونان که رسیدگی بشه میتونه پیاز مورد نیاز ایران رو بده در یک کشاورزی درست و حسابی. امروز روز این هست که در 2 ماه 5 مورد خودکشی بین نوجوانان ما داریم. یک زمانی بود که جنگل ها ملی بود، سرمایه ملی بود، به این معنی سرمایه ملی حساب میشد. قطع درختی مجازات داشت و مراتع رو اگر تبدیل به ساختمون میکردن، یعنی زمین تبدیلی یا هر چیزی، زمین خورهای بسیار بعد از انقلاب که این اصطلاح رو به کار میبرن، خب جرم بود. الان خوشبختانه با آزادی که به دست آوردیم، این آزادی رو که ما دنبالش میگشتیم مفهوم مشترکش همین بوده، به اینجاها ما میرسیم، هم از توده‌ای و چریک فدایی و جبهه ملی و اینها. این مفهوم آزادی یه سری آدم هایی هم بودن خب اشتباهات مختصری کردن دنبال اینها، فکر میکردن آزادی همونه که اونا میگن، مثلا مطبوعات هست اگر نیست یا مثلا احزاب هست اگر نیست و اینها، در صورتی که اونا میدونستن آزادی. و همین دلیل الان ما اطرافتون که نگاه میکنیم بسیاری از مسئولان حزب توده رو ببینید، تاجرای بسیار ثروتمندی هستن. حتی یکی از رهبران چریکای فدایی خلق رو من میشناسم که در این ورانور در اروپا تاجر بسیار موفقی هست، گاهی هم تو این تلویزیون ها میاد و گوشه عبای ملا رو هم ول نمی کنه، فقیر رو، همه اینا هست و بسیار دیگه. جبهه ملی هم برخن بعضا چنین هستن، همون برخنه در واقع. و الان این آزادی، آزاد شدن این تبر هست که به زحمت مهار شده بود برای قطع درختان شمال،
این دسته تبر دسته کیه توده سابق هست و ملای به اصطلاح حکومتی هست یا کسان اون هست یا جبهه ملی سابق یا فدایی سابق، دیگه فرق نمی‌کنه، آزاده. تبر آزاد شد برای فرود آمدن بر پیکره درختان، حالا با کامیون و چیزهای دیگه میبری، با پراید هم گفته شده، با پراید هم دیگه، حالا این پراید گفتن ازات مشکل داره برای بردن درخت قطع شده جنگل که مشکل نداره، اینجا خبر اومده به اصطلاح کشفیات چوب قاچاق از موتور، ماشین سواری و شاسی بلندا در مناطق مختلف مازندران حکایت از آن دارد که زیرساخت‌های غارت جنگل‌های خزری به راحتی فراهم است. زیرساخت‌های غارت جنگل به راحتی فراهم است. من متوجه نشدم، یعنی وضعیت جامعه جوریه یا اینکه زیرساخت‌ها فراهم است، جنگل همونجا هستش، هیچ دفاعی هم نداره و درختان تکه تکه شده غارت میشن. این هم یه بخش زیر ساختش لابد. به هر حال تا دیروز صدای اره موتوری ها سکوت جنگل را میشکست و درخت بیگناه بلوط و سر را از قامت میانداخت و امروزه تجهیزات نوین و مدرن و خلاصه با پراید هم میبرن و اینها و میفروشن. یک خبر جالب این بود که احضار دو کارگر 11 شهروند عراقی به دادسرا با شکایت علی اکبر کریمی نماینده عراق. خب باز فرق میکنه، فرق میکنه. در هر مجلس فرمایشی نمایشی هر چی که بود قبل از انقلاب با این صفت ها اگر اسپرده میشد میگفتن نماینده ها واقعا نماینده راستین مردم نیستن، که در موارد بسیار هم چنین بود، ولی ظاهر هم بالاخره اسم شد نماینده مدافع مساله شهر مورد نظرش بود یا سعی میکرد یا هر جای دیگه یا وانمود کنه، ولی اینکه نماینده شهری شاکی بشه از دو شهروند همون شهری که نماینده شده و اونم دو کارگر، بله آمده است که به سر با تا دوم آذر ماه با حضور در مجمع شماره 1 دادسرای عراق بیان شکایت آقای علی اکبر کریمی. نشر اکاذیب کردن در سامانه های یارانه‌ای این دو کارگر اینا، چه اکاذیبی درباره مسئولان جمهوری اسلامی و اکاذیب ابدا. اینا واقعا باید بیان دادسرا، باید بیان دادسرا. و اما سپیده قلیان گرامی در 30 دی ماه 1397 توسط نیروهای امنیتی در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه بازداشت شد. الان این خانم سادات هست، آمدن از ایشون شکایت کردن، بازجو گزارشگر تلویزیون، چون خانم سپیده قلیان گفتن که ایشون چه کردن؟ ایشون آمدن، بله اسم ایشون هست آمنه سادات ذبیح‌پور، موقعی که ما رو شکنجه میکردن و متنی به ما دادن که بخونیم، این متن رو ایشون آمنه سادات ذبیح‌پور به ایشون داد و در جریان شکنجه هم حضور داشت. بعد الان خانم آمنه سادات ذبیح‌پور آمدن و شکایت کردن از خانم سپیده قلیان که گفتم از 1397 در بازداشت هست. به هر حال این هم هست دیگه، ما چیزای مختلفی اختراع کردیم. آیت الله منتظر عمرش وفا نکرد که بیاد و اینا رو ببینه و قدر اون نظریه خودشو، مشعشعانه خودشو، اون نبوغ خودشو که به هر حال در ولایت فقیه گنجانده شد. من شاهد بودم در مجلس خبرگان که آقای منتظری ظاهرا ریاستشو داشت و آقای بهشتی معاونت، هم عملا بهشتی اداره میکرد. آقای منتظری به عنوان مدافع و واضح نظریه ولایت فقیه و حامیان ایشون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی این رو هم جا دادن. به هر حال عمرشون کفاف نداد تا بیان ببینن اختراعاتی که شده. این رو هم بگم که به هر حال به این بخش کارشون به هر حال باید ارج گذاشت، یک جایی برخواستن در برابر ظلم ناشی از نظریه خودشون، نموندن، اما عمرشون کفاف نداد که ببینن گزارشگر تلویزیون، مجری تلویزیون شکنجه‌گرم هست، مایه حسرت همه جهان.
و بسیاری موضوعات دیگه که همه ما در جریان هستیم، همه ما در جریان هستیم. از جمله موضوعاتی که اشاره کردم و باز آیت الله منتظر عمرش کفاف نداد و ببینه این موضوع رو تا شادمان باشه از نظریه‌ای که مطرح کرد و آیت الله خمینی رو به قدرت رسوند و بعداً آقای خامنه ای رو، یکم شیوه های ابداعی ما ایرانی ها هست در عبادت. نمونه تازه چگونه از قندون برای نزدیک شدن به خداوند و بالا بردن سطح روحانیت خودمون، معنویات خودمون استفاده کنیم. میبینیم اگر من بلگان گرده از خالج است جمع عرض را بازد دیگر من بنده گرم بازم اگر از شد جلیم بیز الله شاهدی بی شاهد دلو آن با زهرایم آن دل آدم سینه بله، قندون رو بر سر میش کنیم، این بسیار مهمه، فقط قمه زدن نیست. نمونه دیگه همین ایشون رو میبینیم، ایشون به هر حال مصرف قندونشون ظاهرا زیاد هست، اینا وسیله ای هستش، با هم میبینیم. امیدواریم کار در همین جا باشه و به قوری و اینا نکشه، چون قوری به هر حال ممکنه چون چه خالی نباشه خطرات دیگه هم داره. قندون به هر حال تو شکر شکن شدن توتیان هند، این قند فارسی که به بنگالی میرم، الان ما قند فارسی به بنگالی میرم، قندون فارسی رو موارد استعمال تازهی برش پیدا کردیم. نمونه دیگه همینیشون بله، خب راست میگن ایشون، بذار این کارشو بکنه. بله، قندون شکستن بر سر، نمونه تازه ای از عبادات ایرانیان، اختراعی ایرانیان بعد از انقلاب. بعد از انقلاب اختراعات ما بسیار بوده در زمینه‌های مختلف، تولیدات بسیار داشتیم، از جمله این تولیدات روحانیت هست، کاشف العلماء یا کشاف العلماء و همه اینها رو ما داریم. روحانیتی که ابعاد مختلف داره، در پزشکی گرفته، در اقتصاد گرفته، در امور نظامی گرفته، بهداشتی گرفته و همه و همه امور بین الملل. دیدید خب مظهر این مجموعه و مجموعه های دیگه خود آقای خامنه ای هست بر اون بالا میشینه، تازه اضافه بر همه اینا یه شال فلسطینی هم داره. برای میبینیم خاصیت هایی که پیشتر نمیدونستیم در عرصه پزشکی برای همه موارد، اون هم روحانیت پیشتاز ما، پیشرو ما. این صفات مال روزای اول بود، هنوزم هست. با هم میبینیم. سه روز هر 6 ساعت یک بار، مثل آنتیبیوتیک هر 8 ساعت یک بار، یه ذره به اندازه یه پنجم عدس تربت امام حسین بخورید، نه یه بار بخورید. مثل آنتیبیوتیک 3 روز 4 روز هر 6 ساعت یه بار یه ذره تربت بخورید، اگه خوب نشدید من لعنت کنیم. از همین تربت های معمولی که میارن ها هیچ کارتونم نمیشه، غلغله میکنه در وجود. ما یه بار میخوریم، اشتباه همینه. آقای دکتر بدری به من میفرمود من کپسول آنتیبیوتیک با تربت درست میکردم، توش فقط تربت امام، متخصص سرطان خون بود، خونشناس قویی، رئیس ستا بیمارستان، میگفت به مریضم هم نمیگم. بله، خونشناس قوی، شوخی نیست، رئیس سه چهار تا دانشگاه بود، تربت درست میکرد.
کپسول موظف باشیم باید بشنجی خاکشناسی باید بلد باشیم. من یه دوست خاکشناس دارم عزیزی است که برای من هر چنگایی هم زمینشناس هستیشون. ویدئوهای میفرستی که پخش میکنیم در برنامه استفاده میکنیم، همینجا تشکر میکنم از ایشون. علاوه بر ایشون تشکری دارم از یکی از عزیزان آقای سعید هاشمی هم و بسیاری دیگه. آقای سعید هاشمی که ویدئوهای بسیار برای ما میفرستن برای تفسیر خبر، و همینطور آقای فارسی که هر کجا که هستن. برای همه عزیزان، سعید هاشمی عزیز و بقیه آرزوی سلامتی داریم. بعد این دوست خاکشناس ما خب اگه بخواد کپسول استفاده کنه میتونه تربت رو تشخیص بده، مال جای مختلف نباشه. تهران پارس رو برداشتن کپسول کردن به عنوان تربت بفروشن، اینا رو هم داریم، حواستون باشه. حداقل به یک خاکشناس باید مراجعه کنیم. اما همین ملا، همین روحانیت عظیم و شأن که اینجور سفارش میکنه، دکتر قوی هست و اون استفاده میکنه. قبلا هم دیدیم گفتن برای پروستات هم استفاده میکنن کپسولشون، یا بقیه برای همه چیز. خودشون ببینیم در ارتباط با کرونا من فکر میکنم کپسول مصرف نکرده بود، برای دیگران میگو پامن، برای خودش غفلت کرد. این روحانیت فداکاره با هم میبینیم. احسن دکتر باقری پاشدم، حالا ببین راه میرم. احسن ببین ماشالله خودت زحمت کشیدی. وای وای آره، آرام دست درد نکن، آرام آرام. احسن ممنونتم. احسن بسه و آروم دوست. نه آقای نه اصلا سلامات، فقط سلامات زید آروم بشه. بله این روحانیت فداکار ما، این هم روحانی بود که صحبت تربت رو میکرد. لابد خودش نرسته و لابد اگر این گونه هست، احترام مقدسات مذهبی همه مذاهب به جای خود موضوع دیگه است. اما اگر چنین بوده، خب در کربلا، نجف، جاهای دیگه در عربستان کسی نبود این موضوعات رو کشف کنه؟ تا در ایران انقلابی بشه و بعد این همه مشت به این اون بزنیم تا یک روحانی مثل ایشون بیاد کشف کنه و بعد تازه خودش یادش بره مثلا. وگرنه به این روز نمیه، محتاج دکتر باقری و باقری ها نمیشه. بله این همه گرد و خاک اتفاقا در کربلا و نجف و شهرهای دیگه عراق بلند میشه، و مگر نه آیت الله جزائری در اهواز گفته بود که این خاکی که داره میاد این مقدسه برای اینکه از نجف و کربلا میاد؟ بنابراین ناخواسته باید تمام بیماران در اون خوزستان علاج میشدن. و خود این آیت الله جزائری بلند نمیشد بره لندن که رفت در لندن برای معالجه. یه توکپا میتونست، حالا اگر اون خاک رو نخورد به هر دلیلی فداکاری کرد گذاشت مردم بخورن اون خاکو، یه توکه پای که میتونست نجف بره، کربلا بره، لندن چرا؟ و بقیه همینطور. دکتر باقری چرا؟ با این همه هست که ما قدر چنین روحانیت هم برنساره که روحانیت و همه اینا رو با هم میدونیم، همه این کشفیاتی که بعد از انقلاب شده با هم میدونیم و این نوع روحانیتی که هست. تا لحظات دیگه من سخنی دارم، مایل هستم در میون بذارم با شما عزیزان، چون این موضوع جز موضوعاتی نبود که معمولا در تفسیر خبر به اونها میپردازیم. من چون تبدیل به یکی از موضوعات روز در جامعه ایران شده، یکی از مصیبت‌های روز در جامعه ایران شده. من پیشتر صحبت کردم این دوگانگی، این تضاد در شخصیت که جامعه دچار اون شده بسیار مشکل آفرینه. معجون‌های به وجود آمده به عنوان شهروند ایرانی، متاسفم این رو بگم، در موارد بسیار قابل مطالعه هستند در
آزمایشگاه های علوم انسانی یا پژوهش های مربوط به علوم انسانی و انسانشناسی و روانشناسی و روانپژوهی و همه این موضوعات که کار روانشناسای عزیز و گرامی است. سخنی من دارم در این زمینه درباره بچه حاجی ها و بقیه و بقیه موضوعاتی مربوط به همین نکته. تا لحظات دیگه. قبل از هر چیز اشاره بکنم که خاطرتون هست آقای بهرام شکوری معاون اتاق بازرگانی و صنایع و عناوینی که هست راجع به دخترشون گفت که صحبتی هم ما داشتیم، بله هر کسی مجاز هست هر جور میخواد زندگی کنه در هر جایی که مایل هست اگر بتونه زندگی کنه، ولی به چه قیمتی؟ نه اینکه قیمتش رو دیگرون بپردازن، با کشته شدن جوانانشون و بقیه موضوع. مایل هستم یک ویدیو صوتی هست که پخش شده در رسانه‌های اینترنتی، گفتم روال تفسیر خبر این نبود، اما موضوعی شده این داستان که قطعا باید به اون پرداخته بشه، برای اینکه فردای فردا چنانچه این شکل از روند تولیدات جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه در قسمت پزشکی هم برنسا و اینا به جای خود، در قسمت صادراتش به اروپا و آمریکاست که داریم صحبت میکنیم، بسیار خطرناک خواهد بود برای آینده ایران، بسیار خطرناک خواهد بود. از این بابت هست که من مایل هستم به این نکته بپردازم. توجه باید داشته باشیم به این نکته قطعا، بدون هیچ شک. آزاد هست نادیده بگیریم یا توجه کنیم. میشنویم به نظر میاد دختر یکی از مسئولان جمهوری اسلامی است که در دفاع از شیوه زندگی خودش و تفاوت اون با زندگی پدر صحبتی میکنه. که باز طبیعی است همینجا بگم که بله هر کس آزاده هر جا میخواد زندگی کنه، اما میشتم پدر شما و دوستانش مگه نمیگه مرگ بر انگلیس؟ پدر من زندگی خودشو داره، من زندگی خودم دارم سالی جان و من 20 سال تو انگلیس دارم زندگی میکنم. موقعی که 16 سالم 17 سالم بود اومدم، کسی که منو بخواد بشناسه میشناسه، من 35 سالمه و زندگی من زندگی من، زندگی پدرم زندگی خودشه، هر کی دوست نداره و سلام نامه تمام. خیلی ها به قول علی جان میگن دقیقا فرناش جان گور بابای بقیه و سلام نامه تمام. همینجا میگم این خانم گرامی اگر حرفی دارن میتونن میان در تفسیر خبر به پرسشایی که هست پاسخ بدن، این حق ایشون هست یا نمایندشون یا خود. هر به هر شکلی، اما نکته اینه بله گور پدر بقیه و هر کسی میخواد هر جور زندگی کنه، ولی اما آیا شما یا کسانی مانند شما به طور مستقل از مزایای پدرتون به لندن رفتی، در اونجا زندگی کردید از 16 سالگی؟ این حرف رو کسی میتونه بزنه که هیچ وابستگی مالی و حمایت مالی از طرف پدری نداشته باشه که عضو و همراه و همکار و کارگزار حکومتی است که اون بقیه درش هستن؟ نیکتا اسفندانی رو کشته، چند هزار جوان ایرانی دیگه رو کشته، ابراهیم کتابدار رو کشته، دو بچه مانده از ابراهیم کتابدار. گور پدر بقیه پدر شما دست داشته در کشتن بسیاری از این بقیه تا این پول و امکانات فراهم شده شما در 16 سالگی به لندن برید.
و اندر لزوم چادر و چاخچور بر سر کنید در مراسم مذهبی حکومتی در لندن. آمنه شهبازی دو کودک از اون مونده، کشته شده در آبان ماه سال گذشته. پدر شما در کشتار نقش داشته، چه مستقیم چه غیر مستقیم. این مجموعه جوانان ایرانی رو کشتن، این مجموعه در 41 سال گذشته از پشت بام مدرسه علوی آغاز کرد، در دهه 50 کشت، در دهه 60 در زندانها و بیرون زندانها کشت و ادامه پیدا کرد تا به امروز. پشت سر من تصویری از گروهی از کشته شدگان آبان ماه گذشته دیده میشه و اینها بقیه هستند، بقیه ای که با کشتن بسیاری از اونها پدر شما و پدرانی چون پدر شما و مادرانی چون پدر شما مانند خانم معصومه ابتکار تروریست معروف و بقیه بتونن امکاناتی رو به دست بیارن به سبب همراهی و همدستی خودشون در این کشتارها تا شما به لندن و آمریکا و کانادا و جاهای دیگه برید و بعد گور پدر بقیه به قول علی. تا بسیاری دیگه مانند شما، این آقای غرضی هست یکی از همراهان در کشتارها، این آقای غرضی هست که استاندار خوزستان بود، دروازه های ایران رو با انحلال عملا لشکر 92 زرعی اهواز باز گذاشت برای ورود عراقی ها. هموسی امروز میگه هزاران نفر از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی در آمریکا به سر میبرن. و هزاران جوان ایرانی بر امواج دریاهای دور آواره شدن و صدها تن اونها غرق و هزاران در اردوگاه های مختلف این سالها و نه از 16 سالگی در لندن و اینچنین سخن گفتن. من اهل اغراق نبوده نیستم نخواهم بود، اما این نکته است بی هیچ گونه اغراق که یک مجموعه مانند یک موتور هر پیچ اون در چرخش این مجموعه مؤثره، همون گونه که موتور ماشین شما نیست. بنابراین این نیست که ما پیچ کوچکی بودیم. بحث انتقام یا صحبتی نیست، نه من در مقامی هستم که چنین صحبتی بکنم، نه وظیفه من روزنامه نگاره. اما این بقیه ملت ایرانن، مردم ایرانن. این بقیه کودکان بلوچ هستن، کودکان اهواز، کودکان اصفهان، کودکان کرمان. دختر راه مرمزی هست، نوجوان راه مرمزی، کم و بیش همسال شما خانم گرامی در لندن، که به لندن اومدید در اون سال 16 سالگی از نداری خودکشی کنه. دختر بچه ایلامی هست این بقیه که رخت نو حسرت اون باعث خودکشی شد. این بقیه میلیون ها ایرانی محروم هستن. این بقیه هزاران جوان و نوجوان ایرانی است که در زباله‌دانی ها به دنبال لقمه نانی میگردن. این بقیه حقوقشون توسط پدر شما و پدرانی چون پدر شما و مادرانی چون پدر شما
دزدیده شده، ربوده شده به قیمت کشتار بسیاری از افراد این بقیه و عزیزان این بقیه، تا شما رو به 16 سالگی به لندن بفرستند و دیگران رو به کانادا و بقیه جاهای دنیا. این بقیه صاحب حقوقی است، صاحب کشوری است که غصب شده، اما بی‌تردید به جایگاه و مقام خود باز خواهد گشت، بی‌تردید صاحب خانه خود خواهد شد، صاحب چاه‌های نفت خود خواهد بود و منابع ملی خود. این بقیه پدر شما و پدرانی چون پدر شما، مادرانی چون پدر شما خنده رو سالهاست از لبان اونها رو بودن. این بقیه صاحب لبخند خواهد شد در آستین زمان و روزگار، چون این اوضاعی بوده هست و در آستین روزگار ایرانیان لبخندی در راه است. برای همه شما عزیزان آرزوی شادمانی دارم، آرزوی روزگاری خوش. و همراه امین عزیز، تهیه کننده، علی گرامی، کارگردان فنی برنامه، و با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.